چجوری میتونیم تو زبان آلمانی از فعل امری استفاده کنیم؟ چجوری میتونیم به یکی درخواست کنیم یا امر کنیم بهش که یک کاری رو برای ما انجام بده؟ امروز با ما همراه باشید تا بتونیم افعال آلمانی رو به حالت امری یاد بگیریم. راستی اگر ما رو از کانال یوتیوبمون دنبال میکنید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز ایمپاکاتیو یا همون فعلای امری رو میخوایم تو زبان آلمانی یاد بگیریم. چجوری ساخته میشه، فرمولش چیه و چند حالت داره؟ ایمپاکاتیو تو زبان آلمانی 4 حالت داره. ما برای شمای محترمانه که میشه همون زی، شمای معمولی یا تو یا همون دو، و ویا ما حالت امری داریم. فرمولاشو بهتون میگم و چجوری ساخته میشه و با تک تکش مثال خواهیم زد. اولی که ساده ترینش هست میشه ویا ما. چجوری میتونیم به همدیگه امر کنیم یا به خودمون امر کنیم یه کاری رو انجام بدیم که معمولا حالت پیشنهادی داره تا امری، اما جزء افعال امری یه حالت امری محسوب میشه. خب اولی من یه جمله ساده میگم و بعد امرش میکنم که تفاوتو احساس کنیم. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. ما میریم به سینما. حالا میخوام اینو امری کنم. بعد چیکار کنم؟ کافیه که فعل رو بیاریم ابتدای جمله. یعنی جای فاعل و فعل تغییر کنه. و حتما هم همون صرفی رو که تو حالت عادی تو حالت خبری می‌کنیم برای فعل داشته باشه. برای wir gehen رو چجوری صرف می‌کنیم؟ همون میگیم gehen. خب پس اینجا هم همینجوری میشه. چی میگیم پس؟ میگیم gehen wir ins Kino. گن بیا این سکینو دارید پیشنهاد میکنید بریم سینما. حالا اگر میخواد یکم حالت مهربانتر یا حالت مؤدبانه تر داشته باشید، میتونید اینجا از مودال پارتیکل بیته، دوخ یا مال استفاده کنید که من دوست دارم اینجا مال بگم. پس میگیم چی؟ گن بیا مال این سکینو. گن بیا مال این سکینو. فقط یه نکته ای، تمام جملات امری زبان آلمانی اگر میخواید بنویسیدشون حتما در انتها به جای نقطه علامت تعجب بذارید. یه مثال دیگه‌ای که میتونیم بزنیم، آخه میگیم بیا با هم آلمانی یاد بگیریم. لرنن وی آر دویچ. جمله ساده یا خبرش میشه وی آر لرنن دویچ. جای فعل رو تغییر میدیم، میاریم ابتدای جمله و میگیم لرنن وی آر دویچ. خب حالا بعد از وی حالت بعدی که داریم گفتم شما محترمانه با زی هست. خب اول من حالت خبری یا حالت ساده جمله رو میگم و بعد امرش میکنم. میخوام بگم که زی شلیسن دی توا. زی شلیسن دی توا. شما درب رو میبندید. حالا میخوام امرش کنم، درب رو ببندید. شلیسن زی دی توا. شلیسن زی دی توا. حالا میخوام اینکه مؤدبانه تر بگم، از مودال پارتیکل بیته استفاده میکنم. شلیسن زی بیته دی توا. یا بیته رو بیارم ابتدای جمله، بیته شلیسن زی دی توا. لطفاً درب رو ببندید. یادتون نره جایگاه بیته در جمله اگر خواستین ازش استفاده کنید اول جمله، یعنی قبل از فعل یا موقعیت سوم هست. شلیسن زی بیته دی توا. یه مثال دیگه بزنیم. میخوام بگم که شما کامپیوتر رو خاموش میکنید. زی شالتن دن کامپیوتر آوس. حالا امری شالتن زی دن کامپیوتر آوس. شالتن زی دن کامپیوتر آوس که جا اکوزاتیو میشه دن کامپیوتر. اگر بیتر رو بخوایم بیاریم کجا میذاریمش؟ شالتن زی بیته دن کامپیوتر آوس. علامت تعجب هم یادتون نره، تمام جملات امری علامت تعجب میخوان جای نقطه. اگر هم اول بیاریم که بیته شالتن زی دن کامپیوتر آوس. خب حالا بریم سراغ یا. خب ما گفتیم تو جملات امری صرف فعل با همون ضمیر که تو حالت خبری میاد حالت امری میاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم شما میخوابید، میخوام با حالت معمولی بگم نه خیلی محترمانه، زب کنید دارید به دوستاتون میگید یا شلافت، شما میخوابید. حالا میخوام امریش کنم. تو این حالت لازم نیست ضمیر رو استفاده کنید، میتونید یا رو حذف کنید که معمولا این اتفاق میفته. پس چی میشه؟ میشه شلافت. شلافت. حالا زود بخوابید، شلافت فرو. زود بخوابید. مثال بعدی میخوام بگم زیاد تو شب غذا نخورید. است نیشت زو فیل ام آبند. است نیشت زو فیل ام آبند. اگه اسن رو صرف کنید به ایا که برسید میگفتیم است. ایا است. ضمیر رو حذف میکنید. است نیشت زو فیل ام آبند. در شب زیاد غذا نخورید. ها
حالا برای دو میخوایم مثال بزنیم، برای دو یکم سخت داره، حالت آخر تغییرات بیشتری داره. ما باید اول فعل رو برای دو صرف کنیم، بعد پایانش رو حذف کنیم و بعد میشه امری. البته این برای فعل‌های باقاعده است. یه فعل باقاعده بهتون میگم، مثلا زاگن که برای دو اگر میخواستیم صرفش کنیم میگفتیم زاکس، دو زاکس. خب پایانه اس و ت رو حذف میکنیم میشه زاگ. خب میشه معنیش چی؟ بگو. زاگمال همون حالت محترمانه یا مؤدبانه‌اش میکنه که میگه بگو. فقط یادتون باشه اینجا هم نیازی نیست ضمیر رو بیارین، زاگمال دیگه دو نیازی نیست. یا میتونید اولش بیارین که بگین هی تو بگو، دو زاگمال. ولی اصطلاحا لزوما لازم نیست که حتما دو رو یا ضمیر رو تو برای یا شمای معمولی یا تو بیارین. مثال دیگه بزنیم با فعل با قاعده ماخن، انجام دادم. به دو که برسیم میشه ماخس، دو ماخس. پایانه رو حذف میکنیم میشه ماخ. الان میخوام بگم تکالیفتو انجام بده. ماخ deine Hausaufgabe. ماخ deine Hausaufgabe. فعل اوله و در انتها به جای نقطه علامت تعجب. خب حالا بریم سراغ فعلای بی قاعده. فعلای بی قاعده چی داریم؟ مثلا میتونیم بگیم شپخشیم. اگه یادتون باشه شپخشن اگه می‌خواستیم برای دو صرف کنیم میگفتیم شپخیشست. خب پایانش چی است؟ است حذف میشه میشه شپخیش. مثال شپخیش دویچ بیته. شپخیش دویچ بیته. آلمانی صحبت کن لطفاً. شپخیش دویچ. مثال دیگه بزنیم. بله ذهن بی قاعده است. ایش زی دو زیست. پایانه حذف میشه است زی. ها میگیم نگاه کن زی مال. زی مال. یا خوندن لزن. ایش لزه دو لیست. پایانه حذف میشه ته میشه لیس. لیس بیت دست بوخ. این کتابو بخون. لیس بیت دست بوخ. یه نکته ای داره. بعضی فعلا اگر پایانه رو حذف کنیم ت میمونه انتهای فعل یا ان میمونه انتهای فعل. به فرض مثال فعل واتن. اگر واتن رو صرف کنیم برای دو واتست. است رو پایانه رو حذف کنیم ت میمونه انتهای فعل. نمیتونیم بگیم وات، میگیم واتر. یک ا بهش اضافه میکنیم برای قشنگی فعل که بشه در واقع تلفظش کرد واتر. یا مثلا میخوام بگم کار کن. ایش آبایت دو آبایتس. پایانه حذف میشه ا بهش اضافه میشه آبایت. آبایت وایتا. به کار کردن ادامه بده. آبایت وایتا. این هم یادتون باشه اگر وایتا رو با فعل بیارین به معنی ادامه دادن اون کار میشه. زون بایش بیل برای مثال لیس وایتا. به خوندن ادامه بده. یا مثلا مخ وایتا. انجام بده. ادامه بده این کارو. یه مثال دیگه هم بزنیم اگر فعلمون انتهاش ان باشه. فعل داریم به فرض مثال افنن. باز کردن. خب اگر بخوایم افنن رو برای دو صرف کنیم ایش افنه دو افنست. میبینید است هست میشه میشه افن. میبینید خب افن میدونید یه جوریه. پس یه ای بهش اضافه میکنیم قشنگ ترشه افنه. افنه بیت دی توا. دری رو که بستید حالا میخواییم بگیم باز کنید. افنه بیت دی توا. در رو باز کن لطفا. افنه بیت دی توا. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. اگر ما رو از کانال یوتیوب دنبال میکنید و هنوز سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله نوتیفیکیشن رو برای ما بزنید. تا ویدیو بعدی. Tschüss.